14 اسفند سال 97 بود که ششمین مرحله از طرح دستگیری اراذل و اوباش سطح 1 و 2 تهران توسط پلیس امنیت عمومی پایتخت اجرا شد و در این طرح حدود 280 نفر از افرادی که آرامش مردم در شهر رو برهم زده و با اقدامات خود امنیت شهروندان تهرانی رو خدشه‌دار کرده بودند دستگیر شدند. اکثر این افراد سابقه نزاع در مناطق مختلف تهران رو داشتند و حتی برخی از اونها به خاطر درگیری مسلحانه دستگیر شده بودند. سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید. در این تر فردی با نام مستعار علی ترکه که عمده فعالیت اقدامات خرابکارانش توی منطقه خزانه تهران بود دستگیر شد. این فرد در آخرین اقدام خودش به همراه دو همدستش با یک فرد دیگه درگیری مسلحانه داشتند و در حقیقت با این اقدام خودشون امنیت منطقه خزانه تهران رو به هم زده بودند. افسر این پرونده در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره جزئیات این حادثه گفت: این افراد بعد از درگیری مسلحانه‌ای که داشتند با خودرو سرقتی از محل متواری میشن و از طرفی فردی که با این افراد درگیر شده بود به دنبال اونها میره و اون هم اقدام به تیراندازی به خودروی این سه نفر میکنه. اون اضافه کرد بعد از ورود پلیس به صحنه علی ترکه اقدام به تیراندازی به سمت ماموران پلیس میکنه، اما خوشبختانه اسلحه اون گیر میکنه و شلیک صورت نمیگیره و ماموران هم بلافاصله اون رو دستگیر میکنن. بر اساس این گزارش و طبق گفته سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت، مراحل دستگیری اراذل و اوباش تهران همچنان ادامه داره و افرادی که بخوان به هر دلیل امنیت مردم رو تهدید کنند با دیوار محکمی به نام پلیس برخورد خواهند کرد، چرا که آرامش مردم خط قرمز پلیسه. مشخصات اراذل سابقه دار تهرانی در بانک اطلاعات پلیس قرار داره و این افراد اگر اقدام جدیدی انجام بدن قطعاً با اونها به شدت برخورد میشه. این شرور سابقه دار که از اراذل اوباش سطح 1 پایتخت سالها به خاطر شرارت‌های فراوون از جمله اختلال در نظم عمومی، سرقت، ضرب و جر و تیراندازی تحت تعقیب پلیس بود که در نهایت بعد از چند ماه تعقیب و گریز و پیگیری‌های مستمر ماموران پلیس امنیت عمومی دستگیر شد. این مقام انتظامی عنوان داشت: متهم در سال 97 به جرم ایجاد درگیری و ضرب و جر منجر به تخلیه چشم دو تن از شهروندان از سوی ماموران کلانتری خزانه دستگیر و بعد از حضور در برابر مرجع قضایی به 12 سال زندان محکوم شد و تا فروردین ماه امسال توی زندان بود که در این تاریخ با تأمین قرار وثیقه آزاد شد. اون اضافه کرد: متهم بعد از آزادی موقت از زندان و در طول همین مدت کوتاه مجدداً به شرارت‌های خودش ادامه داد و در آخرین روزهای خرداد ماه با یک دستگاه خودرو سواری بدون پلاک و در حالت مستی دو تن از شهروندان رو در محله خزانه مجروح و راهی بیمارستان کرده و برای فرار از محل حادثه اقدام به ایجاد اخلال در نظم عمومی و عربده کشی میکنه. رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ اظهار داشت: دو هفته بعد از این ماجرا این شرور به همراه همدستاش اعمال مجرمانه‌ای همچون ضرب و جر عمدی با قمه، نابینا کردن دو نفر، تخریب شرب خمر و نزاع دست جمعی و در تاریخ 10 روز بعد هم شرارت‌هایی مثل شرب خمر، ضرب و جر عمدی با قمه، تخریب، سرقت مسلحانه، سرقت به عنف، سرقت موتورسیکلت و بعد چند
چند روز مجدداً شرارت‌هایی مثل نزاع دست جمعی، تخریب، قدرت نمایی با قمه، حمله به پلیس رو در پرونده اتهامی خودش داشته. در ادامه با عنایت به تحت تعقیب بودن همدستاش از سمت شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ویژه امنیت و پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، مراتب با عنایت به حساسیت موضوع و جریحه دار شدن عفت عمومی به واسطه اعمال مجرمانه متهمان، در نهایت طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی موفق به دستگیری متهمان به نام‌های علی ساندویجی و وحید قول گردیدند. رئیس کلانتری 160 خزانه سرهنگ احمد صالحی درباره این خبر گفت: با عنایت به اینکه متهم علی ساندویجی به علت همدستی با علی ترکه اقدام به رقم زدن چندین فقره، سرقت به عنف، شرارت، قدرت نمایی با قمه، تخریب و نزاع مسلحانه نموده، قبل از اینها به همراه علی ترکه طی درگیری با دو تن از اراذل و اوباش دیگه محل خزانه به چند دستگاه خودروی شهروندان آسیب رسونده و منجر به ایجاد رعب و وحشت در محله میشن که در نهایت اونها دستگیر و با صلاح دید مقام قضایی در اختیار ماموران معاونت اطلاعات و عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفتن. در بازرسی از مخفیگاه اونها دو قبضه سلاح سرد، دو عدد افشانه اشک آور و مقادیری مواد روانگردان کشف شد. سرهنگ راستی تصریح کرد متهم در تحقیقات انجام شده به جرم خودش مبنی بر شرارت، ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان، عربده کشی، تخریب اموال عمومی و ضرب و جرح شهروندان اعتراف کرد. سرانجام علی ترکه با دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه 33 تهران به اتهام جرایم مذکور بعد از حضور در محل جرم و شناسایی از سمت شکات دیگه با صدور قرار قانونی روانه زندان شد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.